دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش جدیدی اعلام کرد که افغانستان در سال 2022 80 درصد تریاک جهان را تولید کرد. در این گزارش آمده که افغانستان یکی از تولید کنندگان عمده متامفتامین یا شیشه در منطقه شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید که میزان زمینهای تحت کشت کوکنار 28 درصد در این سال بیشتر شد و تولید جهانی تریاک در سال 2022 به میزان 7800 تن رسید بر اساس این گزارش که روز یکشنبه چهارم تیر منتشر شده کشت جایگزین برای کشاورزان افغانستان و کشورهای دیگر عامل حیاتی برای کاهش ککنار خوانده شده است سازمان ملل از کشورهای کمک کننده خواسته است تا فورا از مردم روستایی افغانستان حمایت کنند تا بتوانند بدون کشت مواد مخدر امرار معاش کنند در این حال سازمان ملل در این گزارش میگوید که تولید شیشه متامفتامین در افغانستان افزایش یافته است بر اساس گزارش سازمان ملل تولید این نوع مخدر خطرناک در افغانستان باعث نگرانی فضاینده کشورهای جنوب غرب آسیا شده است گزارش تازه سازمان ملل از افزایش کشت تریاک و تولید مواد مخدر در افغانستان تحت تسلط گروه طالبان در حالی است که شمار زیادی از فرماندهان این گروه در لیست بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان قرار دارند گروه طالبان پیش از تسلط بر افغانستان بیشترین هزینه های جنگیش را از طریق قاچاق مواد مخدر تأمین می کردند.